أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در مجموع مباحث گذشته به آیات و روایات دال بر اعتبار عقل اشاره کردیم و برخی از اونها رو توضیح دادیم، همچنین روایاتی که بر نفی اعتبار عقل یا اشاره داشت یا دلالت داشت به گفته برخی اونها رو بررسی کردیم. نتیجه که تو اینجا گرفتیم اینه که از روایات یاد شده نمیتوان به نفی اعتبار عقل حکم کرد. نهایت چیزی رو که روایاتی یاد شده دلالت می کردند این بود که قیاس یعنی تمثیل، همچنین رأی یا نظر شخصی بدون مبنا و بدون روشمندی و در نتیجه استدلال هایی که نه یقین آور باشد نه اطمینان بخش باشد، اونو معتبر نیستن. اون هم البته قطع نظر از روایات هم این قابل فهم بود، بنابراین روایات در این گونه موارد مؤید هستند. یعنی عقل هم میگه که نظریات شخصی بدون مبنا و بدون دلیل فاقد اعتبار است و توانایی شناخت احکام الهی را یا استنباط احکام الهی یا منبع و مخزن بودن برای احکام الهی را ندارند و روایاتی گفته شد مؤید بود. البته همچنان که روایاتی هم که دلالت بر ارزش عقل و اعتبار عقلش اونا هم مؤید بودن بر حکم عقل که اگر عقل قطعی باشد یا اطمینان آور باشد، اونم اطمینان روشمند نه اطمینان شخصی، اطمینان روشمند و عقلایی داشته باشه، اونها معتبرند. حالا بحثی رو که داریم اینه که تا اینجا تقریبا میشه گفت که مباحث کلی بود که آیا عقل معتبر است یا نه. روایاتی رو که در دو جهت وجود داشت رو بررسی کردیم. هر دو دسته روایات هم گفتیم که اینا از روایات مؤید هستند و قطع نظر از این روایات هم عقل میفهمه که عقل قطعی حجت است، همچنین عقل اطمینان آور حجت است و نیز میفهمد که عقل تمثیلی یا عقلی که مبنا و استدلال نداشته باشد حجت نیست. بحثی رو که در اینجا داریم اینه که آیا عقل توانایی ادراک ملاکات احکام رو دارد یا ندارد. اینو یه بخشی از بحثمون رو قبلا داشتیم مبنی بر این که احکام شرعی دارای ملاک‌های واقعی است، یعنی اگر کاری واجب تلقی شده است بدین خاطر هست که مصالحی در واقع وجود دارد که از طریق این عمل واجب میتوان به دست آورد، به گونه ای که اگر این عمل واجب انجام نشود یا واجب نباشد انسان دسترسی به اون مصالح واقعی ندارد. به عنوان نمونه، برای اینکه انسان به قرب الهی برسد، برای اینکه به سعادت برسد، برای اینکه از شقاوت دور باشد، باید مجموعه از اعمال را انجام بدهد، چنان که مجموعه دیگری از اعمال را باید ترک کند. ملاک این باید ها نباید ها اون مساله و مفاسد واقعی است، یعنی مصلحتی وجود دارد که ما تنها و تنها از طریق نماز به آن میرسیم یا از طریق جهاد به آن میرسیم یا از راه‌های دیگری را که در آیات و روایات آمده است یا از طریق واجبات و محرماتی که ناظر به اونهاست میتوان دست یافت. بحثی که در اینجا مطرح است این است که آیا انسان میتواند به اون ملاک ها دست یابد، یعنی بفهمه که اون مصلحتی که انسان از طریق نماز به دست میآورد آن چیست، مصلحتی که از طریق ترک مثلا غیبت، دروغ، مال مردم خوردن، مفسدی که از طریق ترهینا میتونه که پرهیز کنه اون چیست، آیا اینو میتونه بفهمه یا نفهمه.
این یک نکته. نکته دیگر اینه که محل بحث ضمن این که فهم ملاک های و مسائل و مفاسد هست، ولی فهم فلجمله مساله و مفاسد مورد بحث است، نه بالجمله. یعنی هیچ کس نگفته و نمیتواند هم بگوید و دلیلی هم وجود ندارد که انسان تمام مساله واقعی و مفاسد واقعی رو ادراک میکند. انسان تمام عالم هستی و تمام مسیری رو که باید از طریق اون مسیر این عالم را طی کند و به کمالات برسد همه رو میفهمد. اینو هیچ کس ادعا نمی کنه، چون لازمه چنین ادعایی این است که انسان علم مطلق داشته باشد، نه فقط علم مطلق نسبت به جهان طبیعت و بدنش و اون چرا که مربوط به کارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است، بلکه علم مطلق و بدون هیچ گونه خطایی در مورد راه رسیدن به عالم غیب، بلکه عوالم غیب، اعمالی که در این رسیدن تأثیر دارن یا این رسیدن رو تسریع میکنن، هیچ کس نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد مگر اینکه علم مطلق داشته باشد و معصوم از خطا باشد. اما سایر انسان ها که علم مطلق ندارن و معصوم نیستند، سخن در اینه که حالا که همه مصالح و مفاسد رو نمیفهمد، آیا هیچ یک از مصالح و مفاسد رو نمیفهمد؟ یا اینکه ممکنه برخی ها رو بفهمه و برخی ها رو نفهمه؟ اگر برخی رو فهمید میتونه بگه با توجه به این که این عمل ما را به اون مصلحت میرسونه، این عمل واجب است، با توجه به این که این عمل مانع از وصول ما به اون مصلحت میشود، این عمل حرام است، به صورت فعل جمله و موردی. آیا این امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ این یک نکته. پس در امکانش صحبت میکنیم که شدنیست یا شدنی نیست. نکته دیگر اینه که حالا علاوه بر امکان، آیا میتونیم که ادعا کنیم که در برخی از موارد ضرورتاً انسان باید مصالح رو بفهمد؟ علت این که میگیم ضرورتاً باید بفهمد، یعنی از امکان گذشته، فراتر از امکان داریم صحبت میکنیم. علت این که میگیم ضرورتاً باید بفهمد اینه که برخی از مصالح این جهانی، مصالح عصری، مصالحی که ناظر به موقعیت‌های محلی است، ناظر به شرایط خاص عصر، زمان، عمل، شرایط سیاسی، اقتصادی و مانند اونهاست، اینا رو هیچ چاره‌ای نیست جز این که اعتقاد داشته باشیم قطعاً باید بیابیم، و الا لازمش اینه که دین امکان تفسیر جدید نداشته باشه و در نتیجه تمام شرایط و موقعیت‌های انسان رو پوشش ندهد. درسته که به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، درسته که ربا حرام است و قرض به کسی دادن و مال اضافه بر قرض گرفتن یا عملی زائد بر اون قرض گرفتن، این حرام است، این شکی نیست. اما با توجه به این که اون قرضی که در اون عصر و زمان بوده است اینک وجود خارجی ندارد، درسته که اسمش قرض الحسن است یا قرض غیر ربوی است، اما در واقع کاملا شرایط تفاوت پیدا کرده. شاید تفاوت شرایط هم این است که مثلا اگر در گذشته فرض کنید که 1000 تومان کسی به دیگری قرض میداد، سخن در این بود که سر موعدش همین 1000 تومان رو بگیرد و نه منفعتی کند نه ضرری کند، یا این که علاوه بر اون 1000 تومان یه چند درصد هم سود بگیرد. خب فرمودن که حرام هست، نباید ربا گرفت، بنابراین باید همون 1000 تومان سال گذشته رو امسال هم باید همون رو گرفت. در نتیجه کسی که قرض داده است نه ضرر کرده است به لحاظ اقتصادی، نه منفعتی برده است از لحاظ اقتصادی، البته به لحاظ دینی، ایمانی، معنوی و تقرب به درگاه خدای متعال منافع بسیار زیادی برده است که حد و حساب نداره. اما در این عصر و زمان یا در عصر و زمان دیگری که حالا ممکنه مکان دیگری، شهر دیگری، شرایط اقتصادی دیگری، به گونه ایست که اگر 1000 تومان به دیگری قرض بدهد، اگرچه سال آینده همین عدد را دریافت می کند ولی ضرر اقتصادی می کند.
یعنی این که 1000 تومانی رو که مثلا 6 ماه پیش 1 سال پیش به کسی قرض داده است، الان اون 1000 تومان دیگه 1000 تومان نیست، اسمش 1000 تومان هست ولی ارزشش 1000 تومان نیست. به گونه ای که مثلا اگر سکه می گرفتن، اگر طلا می گرفتن، اگر جایی سرمایه‌گذاری می کردن، اگر امر دیگری رو به جای این داده بودن، قطعا و یقینا امروز حداقلش این بود که ضرر نکرده بود. خب حالا آیا اون ربایی که در شریعت وجود داره که حرام است آن رباست؟ یعنی جلو منفعت اقتصادی بدون کار و کوشش و تلاش را گرفتن اونه، یا اینکه نه جلو منفعت اقتصادی رو که میگیره هیچ ضرر هم کنه مانعی نداره؟ یعنی آیا در شریعت مجاز است که کسانی که به دیگری قرض میدهند از طریق این قرض دادن ضرر کنند ولی قرض گیرندگان و وام گیرندگان ضرر نکنند بلکه استفاده کنند؟ این کدام یکیش است؟ در این گونه موارد اگر به مقتضای روایاتی عمل کنیم که می‌فرماید اگر شما وجهی رو مبلغی رو به کسی قرض دادین، نباید نه چیزی اضافه بگیرین، نه خدمت اضافه بگیرین، نه هیچ امر دیگری که اضافه بر اون باشه نباید بگیریم، اگر این به اینها عمل کنیم و بگیم که معیار اینه که بیشتر نباشد، اون عدد مهمه، اون عدد مهمه، یا اینکه نه به اون روایات عمل نکنیم یا بگیم روایات ناظر به یه قرض دیگری است مربوط به این عصر و زمان نیست. ما وقتی میتونیم بگیم که آیا این روایات ناظر به یه قرض ویژه است یا اینکه نه همه قرضها را از ازل تا به ابد در بر خواهد گرفت، این فرع بر این است که مصالح قرض دادن را دریافت کنیم و بفهمیم. اگر ما توانایی مصلحت قرض دادن، مفسده ربا گرفتن اگر رو نفهمیم، طبعا در این عصر و زمان ما نمیتونیم بفهمیم که حالا باید مثل همون گذشته قرض بدهیم یا اینکه نه ممکنه شرایط تفاوت داشته باشه. چنان که در جای خودش مثلا در اون عصر و زمان گفتن که همون اندازه ای رو که قرض داده باید دریافت کنه، امروز مثلا چون مؤسسات پولی وجود داره، در گذشته مؤسسات پولی وجود نداشت، الان ما می توانیم کارمزد هم بگیریم، یعنی یک مؤسسه میتونه کارمزد بگیره. خب این کارمزد چه جوری میتونه بگیره، چه درصدی، چه اندازه میتونه بگیره؟ خب به اندازه‌ای که کسانی که در اون مؤسسه کار میکنن حقوقشون تامین بشود. آیا ما معیاری داریم که با توجه به این که باید حقوق اونها رو اضافه کنیم بر قرضی رو که سال گذشته دادیم و کارمزد بگیریم، بگیم حقوقها باید یک سطح معینی باشد و نه بیشتر، یا میتونیم بیشتر هم بهشون بدیم؟ آیا ما با توجه به این که باید که ربا نگیریم فقط کارمزد بگیریم، باید که محل مؤسسمون رو ببریم در مناطقی که اجارش کمه یا ملکش ارزونه، یا مثلا با توجه به شرایط دیگری قرض کردن یا اجاره کردن یا وام دادن یا رهن گرفتن و مانند اینها یه مبلغ اندکه، یا میتونیم بریم سر چهارراه بذاریم، بر میدون ببریم، نقاط مرکزی شهر ببریم؟ آیا در این گونه موارد ما وظیفه‌ای داریم یا وظیفه‌ای نداریم؟ آیا مؤسسات قرض الحسنه یا مؤسسات مالی که میخوان قرض بدن طبق قوانین شریعت، اینا موظفن که چونه بزنن برای اجاره کم دادن، چونه بزنن برای اینکه ملکی یا که میخوان بخرن ارزان‌تر بخرن، باید که به لحاظ دینی فکر کنن، مشورت کنن، بخرن بهتره یا اجاره بدهن بهتره یا رهن بدهن بهتره، یا مثلا عناوین دیگری رو که ممکن است که وجود داشته باشه، مثلا سرقفلی بگیرن، آیا اینا رو برش واجب هست یا نیست؟ خب طبعا اگر ما بگیم که به اندازه قرض، به اندازه کارمز میتوانیم بگیریم، خب طبعا اگر گفتیم این شرط دیگری نداره، مؤسسات میتونن برن یه جای رو اجاره کنن یا بخرن که بیش از اون چرا که ربا هست سود بگیرند اما در این حال کارمز باشه دیگه. کارمز حالا گفتیم میشه 4% 5%، 4% 5% این در شهر کوچکی که اجاره اون مؤسسه یا مکان یا مغازه مثلا مایی 100,000 تومانه با اونجایی که اجارهش 100,000,000 تومانه، قطعا و یقینا دیگه اون کارمز 4% همه جا برابر نخواهد بود.
این عددها، این که می توانیم این گونه کارها رو تکلیف مؤسسات بدونیم یا نه، تکلیف افراد بدونیم یا نه، که سعی کنن اجاراشون رو بیارن پایین، قیمت ارزون بگیرن، نقاط دوردست برن، تا این که کارمز کم بشود، به 4% حل بشود، یا این که نمی توانیم و اونا مجاز هستن. طبعا همه این احکام، همه این احتمالات و بایدها و نبایدها وقتی روشن خواهد شد که ما بتوانیم مصالح واقعی و مفاسد واقعی رو دریابیم، یعنی بفهمیم که چرا ربا حرام است. اگر ندانیم چرا ربا حرام است، خب طبعا باید که اولا به همون شیوهی رو که در ظاهر روایات اومده که اگه 100 تومن دادیم 100 تومن بگیریم، ولو اینکه 100 تومن پارسال و 100 تومن امسال زمین تا آسمون تفاوته. یعنی باید اجازه بدهیم که این معامله یا این قرض قراری باشد، ضرری باشد، والون که هر گونه معامله از هر شکلی که باشد اگه ضرر درش باشه مجاز نیست. همچنان که اگر یه معامله میکنیم ضرر به مشتری واقع وارد میشود مجاز نیست، بنابراین او خیار قبض دارد. همچنین است اگر معامله کنیم به گونه ای که فروشنده ضرر کنه، اونم مجاز نیست، اونم خیار قبض دارد. این که در جاهای شریعت میگه که با اینکه معامله قطعی شده، حتمی شده، ولی اختیار دارین بعد از مدتی هم اون معامله رو فسخش کنین، که یا